همکارم فیروز جابانی از لندن به ما پیوسته. فیروز، با توجه به اینکه به ساعت تعطیلی مدارس داریم نزدیک میشیم در ایران، همینطور داره اخبار مسمومیت‌های جدید در مدارس مختلف شهرهای مختلف به ما میرسه، از جزئیات این اخبار جدید برامون بگو. بررسی کنیم ببینیم با توجه به تصاویر از صبح امروز از چه شهرها و مناطقی گزارش دریافت کردیم که متاسفانه این حملات متوقف که نشده، هیچ به گوشه و کنار شهرستان‌های کوچکتر هم سرایت پیدا کرده. از البرز، یزد، شهر کرد، گرگان، مرند، اسفه در بابل، ماسال در گیلان، مریوان، زنجان و در استان فارس از لارستان و یه منطقه دیگه که در استان فارس سه گزارش دریافت کردیم که دو تاش فقط مربوط به لارستان هست، که تصاویری هم دریافت کردیم که با توجه به اینکه دو مدرسه در لارستان بودند، وضعیت اورژانس و اینها پر التهاب و شلوغ گزارش شده. از گچساران، دهلوران، چالاب، ایلام و هنگویه در بستک در استان هرمزگان هم ما تصویر دریافت کردیم که این تصاویر شامل مدارس ابتدایی هم هست و مدارس پسرانه هم شامل میشه. ضمن اینکه از مشهد دقایقی پیشتر ما تصویر دریافت کردیم که همونطور که گفتم بعضیاشون مجتمع هستن، یعنی یک دبستان یا یک مدرسه شبانه روزی کنارشه، یک مدرسه راهنمایی هست و حمله به کل این مجتمع ها شده. در دیوان دره همینطور، در قوچان همینطور گزارش هایی داره میرسه که حمله های در واقع مدارس به اونجاها هم انجام شده و همین امروز سرایت پیدا کرده. اما چند مسئله که میخوام بررسی بکنم این هستش که دو یادداشت گرفتیم از دو دانش آموز که برامون توضیح دادن بیشتر. هنوز تصویری از این دو منطقه دریافت نکردیم، رزوان شهر در استان گیلان و شهر صحنه در کرمانشاه. دانش آموزی که در رزوان شهر هست گفته که کنار ما یه مقطع مدرسه‌ای بوده که مقطع ابتدایی داشته، ما مدرسه شبانه روزی بودیم، هم دخترانه شیفت دارن هم شیفت پسرانه، حمله شده بهشون، خواستن دانش آموزان بیان تو حیات یا اینکه به هر حال فراری بکنن، گریزی داشته باشن. اولیای مدرسه اجازه ندادن، دانش آموزان شعار دادن و مقاومت کردن و این رویارویی بین اولیای مدرسه بوده. پیشتر و به دفعات گزارش هایی داشتیم که اولیای مدرسه اجازه نمیدن که دانش آموزان از یک حریمی بیشتر عبور بکنن. همزمان همین گزارش مشابه رو در صحنه هم داشتیم، در شهر صحنه یادداشت دریافت کردیم، هنوز تصویر دریافت نکردیم که دانش آموزی گفته که اونها هم مسمومیت رو داشتن، بوی بد رو استنشاق کردن و دچار مسمومیت شدن. پیشتر هم من بگم از پاساژ ساحل اهواز، یعنی فقط مجتمع ها و خوابگاه ها نیست، اونجا هم ما تصویر دریافت کردیم که حمله شده و یک حسی از هم کسبه هم مردمی که اونجا بودن باز حس بیهسی داشتن، بو استشمام کردن، حالت سرگیجه داشتن، بعضی حتی دچار خوندماغ شدن. پلیس اومده، باز حالت امنیتی بوده، اجازه ندادن فیلم برداری بکنن، اجازه ندادن اطلاع رسانی کنن. حتی ما گزارش هایی گرفتیم که حالا شما گفتی که جوابای آزمایش ها رو نمیدن به اولیا، حتی به برخی که دچار مسمومیت شدن گفتن که برید براتون پزشک متخصص اول آزمایش رو بنویسه بعد برید آزمایشگاه. یعنی دارن هی شرایط رو برای کسایی که آسیب دیدن، برای شهروندایی که آسیب دیدن یا برای خانواده ها محدود و محدودتر میکنن، جو رو دارن امنیتی تر میکنن. یا اینکه گفتم که به برخی از مسئولین آزمایشگاه ها گفتن که بی خود آزمایش نگیرید، وقتی کسی مراجعه میکنه و نیاز به آزمایش داره اونها رو هم به نوعی تحت فشار گذاشتن. پس ما این روایت های امنیتی رو هم میشن، یعنی یک فضایی هست بیرون مدارس که اجازه نمیدن اولیای بچه ها وارد بشن تو مدرسه، یک فضایی هست داخل مدارس که اجازه نمیدن یا دانشجوها یا در مدارس از یک حریمی بیشتر برن و اطلاع رسانی کنن، یک فضای امنیتی هم هستش در مراکز امداد و اورژانس که اونها هم باز یک جو ملتهبی دارن و حالا آزمایشگاه ها هم میبینیم که این جو امنیتی رو دارن. به نظر میاد همچنان عزم جزم حکومت برای فشار قرار دادن مردم شهروندان هستش تا پیدا کردن ریشه و عاملان و عامران این مسئله. فیروز از تو ممنونم، سعی میکنیم در بخش بعدی اگر اخبار جدیدی اومد با تو باشیم برای شنیدن جزئیات بیشتر. ممنونم از تو.